دیدن ما رفتیم دهنونک، رفتیم اونجا دیدیم آقا مشکلتون چیه، کلی پرونده رو برام گفتن، نظر موافقین شنیدم، نظر مخالفین شنیدم. یه آقای تو مشهد اون تماس گرفت با وکلای دانشگاه از زرا ارتباط داشت، اون نظرتو گفت، من نظرات این طرفو شنیدم. بحث بر سر اینجا برمیگشت که آقای عارف زمانی که معاون اول بوده یه امضای زد اینو داده به دانشگاه از زهرا، این خونه هم با دانشگاه از زهرا انتقال پیدا کرده، دانشگاه از زهرا میگه به من چه امضا زده، الان مال منه، پاشید برید بیرون. وزیر راه خاتمی آقای خرم که جزء لیبرال تریناش بوده، جزء اولین استیزایاش بود، درسته، او دادش در اومد گوی نامردی کردیم، مصاحبهش از تو تلویزیون توی اینترنت، میلاد گودرزی رفت ازش مصاحبه گرفت، او هم دادش در اومد، وزیر خودشون. ببینید دانشگاه از زهرا از آقای رئیس جمهور دستور گرفته بود که مرکز آموزش راه آهن که چهاردیواری دورش بود این به دانشگاه از زهرا واگذار بود. ما هم این کار کرد، بعد دیدیم که ادعای دانشگاه از زهرا روی خونه های سازمانی هم هست، یعنی دنبال تصرف خونه های سازمانی هست. ما جلوش ایستادیم، چیزی که ما توافق کرده بودیم مرکز آموزش بود. خب اون توافق تو کجا بوده؟ توافق تو جلسه ای بوده با حضور عارف و اینا بوده یعنی؟ بله. خب پس چرا توی این تقاضای دانشگاه از زهرام مرکز آموزش بود، نه خونه های سازمانی. بعد وقتی دیدن مرکز آموزش واگذار شد بهشون با دستور آقای رئیس جمهور، تمام کردن که خونه های سازمانی دم تملک کنن. خب بعد شما این رو نامه زدین، اعتراض کردین، جوابی دادن که شما اعتراض کردین که آقا چرا این اتفاق افتاده؟ جوابی نیست. خب این ذره عجیب نیست که بالاخره معاون رئیس جمهور یه تصمیمی گرفته، امضا کرده، بعد یه چیز دیگه رفته اجرا شده؟ بله، تعجب آوره. اومدم یه توییت زدم که آیه عارف فقط همینقدر بهت بگم با این امضات اینقدر خونوار پا میشن میشینن دارن نفرینت میکنن. بعد فلان جوونی که تو فلان کانال تلگرامی براشون تو انتخابات کار میکرد، دیدار با وزیر اطلاعات داشت، نوچه سیاسی همین آقا بود، یه دونه توی زد آقای رائفی پور، آقای عدالت خواه، نمیدونم چی این سرفیس شما آمریکاییست، 28 میلیون پولش هست. نه اخوی، اولا نخریدم یه سال قبل تو جواب دادم اینو تو دانشگاه خون، اولا نخریدم، هدیه است، اون موقع که اینو هدیه من دادم 5 تومن بود، الانم 11 میلیونه، رفتی مدل بالاترینش رو زدی. در ثانی جسارتا هیئت دولت رو که نشون میده یه نگاهی بفرمایید سرفیسایی که جلوشون چیدن هم ببینید. در ثالث من با این لپتاپ خودم نخریده آمریکایی دارم با همونا میجنگم، یعنی اینکه تو چرا با اسلحه آمریکایی داری با آمریکایی‌ها میجنگی، دارم میجنگم. نمونه داخلی هم نداره، داشته باشه اولین نفرم میخرم، همون چیزی که گوشیم جی ال ایکس، یه عمر جی ال ایکس، درست شو؟ خب خود شلوارم ایرانیه، ایرانیه، کفشام ایرانیه. یه بابای از این رفیقای ما بعضش خوبه، گفت آقا ما صوت تصویر درست از شما نداریم، بیا من یه لپتاپ درست حسابی از شما بخرم، برای شما بخرم، دوربینا رو، همه اینا دوربینای مؤسسه ما هم اهدا مردمیه. پول ما کجا بوده؟ یک قرون والله لازم از هیچ جای مملکت بودجه نمیگیریم، نه حاکمیتی نه دولتی، از هیچ جا مردم دارن پول میدن. برامون 8 قرون نمونه، برامون جای درب داغون تهران دفترمون. ببین یوی میان رو چیزون میکنن، عکس من آقای روحانی نشسته جهانگیری، اون یکی رئیس دفتر، همه سرفیس ها جلوشون، و اومده میگه سرفیس تو. بعد کی آمریکایی ترین آدما دارن این حرفا رو میزنن؟ چه صبح داشتم میگه آقام آمریکا، آقام آمریکا. خب ما چی داریم میگه؟ باش برو خودتون جمع کن. اینا مشخصه داستان از کجاست، به جای این حرفا باشه اصلا ما اینو میذاریم کنار. خوبه بیا جواب بده، گوش چرا ساعت دلار چرا 14 تومن؟ برجام چی شد؟ آی مردم حواستون با چیزای دیگه پرت نکنید. فردا اومدن گفتن اصلا خدا نداریم، فردا اومدن گفتن پیغمبری نداریم. توجه نکنید، بگید دلار چند. حواست علم الهدا گفت باشه باشه، من با علم الهدا کار ندارم، تو جواب منو بده. اون یه نفر آدم یه گوشه چیزی گفته، تو دلار چند؟ 1 میلیون شغل پارسال تو انتخابات فرمودی چی شد؟ بیا بگو کیا کجا رفتن سر کار، اینا رو جواب مطالبه درست بکنید.